یعنی از طقیقه این ابزارهایی که گفتید مثل فوکس گروپها بله نشسته مشاهد. بله مشاهدهگری یه سری دیتاهای خامی رو به دست میارید بله. و بعد آید تجزیه تحلیل میکنید کنید به نتیجه گیری میرسید دقیقا این... حالا مبناش چیه مثلا توی کمی ما پرسشنامه داریم آره دیگه... تو پرسشنامه آره. اینا که اوکیه چون کمی ها راحت تره آره دیگه یه با دیتا وجود داره یه ترتیبی وجود داره یه نظمی وجود داره یه گزینه‌های وجود داره که در حقیقت پاسخگو از طریق اون نظرات خودشون رو ابراز میکنن توی کیفی خیلی منعتفتر و آزادتره برای همین اینی که چه کسی تسهیلگر باشه چه کسی مصاحبهگر یا مجری باشه حالا به زبان ما خیلی مهمه یعنی اون فرد باید هم به علوم روانشناسی بله. و جامعه شناسی آشنا باشه نمیگم روانشناس باشه حتما یا جامعه شناس باشه ولی آشنا باشه با این مباحث تجربه بسیار بالایی داشته باشه قضاوتگر نباشه خیلی ویژگی های خاصی میخواد واقعا هر کسی نمیتونه این کار رو به خوبی انجام بده و برای همین اون فرد خیلی مهمه و نقشش خیلی مهمه و اون دیسکاشن گاید یا اون راهنمای بحثی که طراحی میکنه بسیار مهمه و اون دیسکاشن گاید یا راهنمای بحث در عین حال که به هر حال یه روند منطقی داره در عین حال خیلی انعطاف پذیره برای همین اون تجربه اون تسهیلگره بسیار مهمه اگر چون گفتم از تکنیک ها تکنیک های فرافکنی استفاده میکنه اگر اون تکنیک ها توی جلسه یه گروهی خوب اتفاق نیفته پاسخی نگیره درست کار نکنه اون انقدر باید اون ن... گر انقدر باید اشراف داشته باشه که یه تکنیک جایگزینی رو سریع بتونه مورد استفاده قرار بگیر بده که بتونه برسه به اون نتایج نتایجی که میخواد از اون تکنیک از اون تمرین از اون هدف در حقیقت داشته باشه ویژگی های بسیار مهمی داره اون تسهیلگر که کمک میکنه کار به نحو احسن انجام بشه و بتونیم درک و شناخت عمیق و درستی رو از مخاطبمون داشته باشیم و اون لایه های زیرین اون چیزی که به طور نرمال بروز نمیکنه اون ناگفته هاش رو در حقیقت خروجی بگیره بکشه بیرون به ظهور برسه بله بله. آره. آشکار بکنیم <applause>